سلام دوستان، دلم براتون تنگ شده بود. دوست دارید که به مسافرت با پرنده ها برید؟ جالب نیست؟ دفعه قبل با پرنده ها به آسمان پرواز کردیم. خب امروز من خیلی خوشحالم که قرار دوستای جدیدی رو ببینم. خب حالا به داستانمون سفر کنیم؟ زمین خیلی وسعت داره. زمین با عطر و رنگ سبز پر شده بود. من یه دوست دعوت کردم که با عطر خیلی خوشحال میشه و اونم گوسفنده. گوسفندی که نمیبینه یه هوی ظاهر میشه. زمین گوسفند رو پیدا کرد و با اون حرف زد. من تو رو دعوت کردم چون به نظرم تو ممکنه عطر زمین رو دوست داشته باشی. چطوره؟ بعد گوسفند جواب داد: من نمیتونم الان ببینم، اما من بوی اینجا رو خیلی دوست دارم. من نمیدونم کجا هستم، اما میتونم با بو این مکان رو احساس کنم. خیلی ممنون از دعوت کردن من. زمین میخواست که یک دوست رو برای کمک به گوسفند دعوت کنه چون نمیتونست ببینه. زمین از خورشید پرسید: آیا تو دوستی داری که در کنار گوسفند از اون مراقبت کنه؟ خورشید جواب داد: اگر یه نفر بتونه که هم از گوسفند مراقبت کنه و هم از درخت و گلهای روی زمین، چطوره؟ حتما یه نفر میتونه. بیا باور داشته باشیم. همه چیز عالی میشه. همدیگر رو دوباره خواهیم دید. خب حالا همینطور که نقاشی رو میکشیم به دیدن گوسفند بریم. اول وسایلمون رو آماده میکنیم. امروز ما فقط چند تا کاغذ و مداد شمعی لازم داریم. اول از همه زمین رو میکشم. دفعه قبل رو به یاد دارید؟ من تصمیم دارم که یک تپه در پشت بکشم. میتونید مثل یک موج بزرگ بکشید. یکی بالاتر و یکی پایین‌تر. و من خورشید و ابرها هم در آسمان میکشم. این دفعه خورشید رو فقط در بالای کوه میکشم. بعد ابر رو با یک رنگ تیره تر میکشم. ابرها رو اینطوری چهار تا میکشم. لطفاً چند تا بوته هم بکشید. بوته هایی که سر زدن. لطفاً یک بوته گرد هم بکشید. بله، من بعدی رو رنگ میکنم. میپرسید که چرا گوسفند اینجا نیست؟ وقتی شما زمین رو کامل کنید، گوسفند پیدا میشه. لطفاً نگران نباشید. چمن رو با سبز روشن رنگ کنید. چون چمن این بار وسیع هست، به دقت زیادی لازم نداریم. اینطوری به طور وسیع رنگش کنید. بله، چمن رنگ‌آمیزیش تمام شد و من تپه ها رو رنگ می کنم. این طرف اولین تپه رو با
سبز رنگ می‌کنم. بعد دومی رو با سبز کمی تیره تر رنگ می‌کنم. درسته که هر دو تپه هستن، اما اگر با رنگ‌های متفاوتی رنگشون کنیم کمی متفاوت و جالب به نظر میاد. پس من تپه دوم رو با سبز کمی تیره تر رنگ کردم. تپه سوم رو با رنگ سبز خیلی روشن که چمنا رو با اون رنگ کردیم رنگ میکنم. چمنای این زیر رو هم خیلی آروم رنگ میکنم. این قسمت رو با قدرت بیشتری رنگ کنم. خب، یک رنگ میتونه به دو شکل متفاوت به نظر بیاد. اینطوری سه تا تپه رو رنگ کرده. حالا آفتاب رو رنگ میکنم. من آفتاب رو به جای زرد نارنجی کردم. خب، حالا آسمان را رنگ کنیم. آسمان را با کناره مداد شمعی رنگ میکنم. با ابرها رنگش میکنم. با این رنگ های مخلوط شده شبیه به ابرهای طبیعی به نظر میاد. به آرومی رنگ کنید. حالا با قدرت رنگ کنید. از مداد شمعی به صورت کج و مرتب استفاده کنید. دوستان، کامل رنگ‌آمیزی کردن رو تمرین کنید. بله، آسمان آبی هم تکمیل میشه. خب، همه نقاشی ها رو رنگ کردیم. من میخوام که یک گوسفند روی این کاغذ کوچک بکشم. بله، من یک گوسفند دیگه هم میکشم. من میخوام که با زرد رنگش کنم. حالا اول اینجا رو کاملا زرد میکنم. بعد بالای این قسمت زرد و مشکی میکنم. حالا اینطوری با زرد پرش میکنم. خب، بعد من مشکی رو به روی زرد بکشم. تا زمانی که مشکی رنگ زرد رو کاملا بپوشونه ادامه میدم. دارید میپرسید که من دارم چه کار میکنم؟ خب، من میخوام یک گوسفند اینجا بکشم. منتظر باشید و ببینید که گوسفند چطوری کشیده میشه. هرچی زرد بیشتر پوشیده باشه بهتره. بله، زرد کاملا پوشیده شد. خب، حالا من یه گوسفند روی این میکشم. با یک مداد میکشیم. مداد دارید درسته؟ من میخوام با انتهای مداد بکشم، نه با نوک اون. وقتی به روی سفید میکشیم چیزی نشون نمیده، درسته؟ اما وقتی به روی این میکشم ببینید که چطور میشه.
خب اول صورت گوسفند رو میکشم. صورت با یک دایره کوچک، در کنارش دایره‌ای به صورت گوش میکشیم. بعد بدن گوسفند مثل یک ابر اینطوری. و بعد میخوام که یک دم کوچیک بکشم. بعد میدونید که اون چند تا پا داره؟ بله، 4 تا. بله، 2 تا پای جلو و 2 تا پای عقب. من اینطوری رنگش میکنم. کمی محکمتر بکشید تا رنگ زرد مشخص بشه. خب اگر بدن رو هم اینطوری بتراشید، رنگ زرد زیبایی نمایان میشه. اینطوری بدن رو به طوری که رنگ زرد کاملا معلوم بشه بتراشید. دمش رو هم میتونید اینجوری رنگ کنید، یا اگر رنگ مشکی رو دوست دارید میتونید همینجوری نگهش دارید. خب اینطوری رهاش کنید. بعد از اون چشم، بینی، دهان رو اینجا، نه یکم بالاتر به آرامی بکشید. چشم، بینی و لبهای خندان. بله، گوسفند زردمون کامل شد. من این گوسفند رو با قیچی میبرم. حالا اینطوری گوسفند رو بذارید داخل کاغذ. به راحتی ببرید. پاها رو داخل کاغذ باشه. بله، من اینجوری میبرم. بعد کمی چسب داخل این قسمت میزنم. خب اینجا این چسب هست، درش رو باز کنید. حالا اینطوری اینجا رو شکلی، خب پشتش رو چسب میزنیم. بله، خب بعد از چسبوندن چسب به پشتش، خب دوباره برعکسش کنید و بذارید قسمتی که میخواین گوسفند رو بذارید. خب کجا بذارمش؟ حالا دوست دارید بذاریدش بالای تپه؟ بله، اگر اینطوری فشار بدی، خب گوسفند رو بالای تپه خوب میچسبونم. بله، امیدوارم که گوسفند بالای تپه خیلی خوشحال باشه. بچه ها، دوستان من، امروز چطور بود؟ امروز گوسفند رو دعوت کردیم. گوسفند نمیتونست ببینه. فکر میکنید اگر نتونید دیگه جلوتون رو ببینید چه احساسی دارید؟ اگر مردمی رو که نمیتونن ببینن رو دیدید بهشون کمک کنید. دفعه بعد منتظر دوستی هستیم که قراره به گوسفند کمک کنه. تا دفعه بعد که همدیگر رو ببینیم، خدا نگهدار دوستان.